أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بیننده های عزیز روزداران بزرگوار امیدوارم که ایام عزیز و عظیم و پر رحمت و پر برکت ماه مبارک رمضان در ظل ذلیل نگاه رحمت حق سبحانه و تعالی سپری بکنیم. حقیقتا ما سعادتمندیم که از فیض و برکت ماه مبارک رمضان برخوردار میشیم. ماه مبارک رمضان نگاه رحمت خداونده که به سوی ما مبذول شده. خوشا به سعادت کسی که ای ایام غنیمت بشماره. خوشا به سعادت کسی که بهترین میزبان به این مهمان گرامی قدر باشه. امیدواریم روزی که ماه مبارک رمضان به پایان میرسه آخرین مورد از گناهان ما هم از نامه اعمال ما پاک بشه، زدوده بشه، محو بشه، اثری از او باقی نمانه. آنچنانی که بیاد مبارک شما هست در چند جلسه پسین با همدیگر در این مورد صحبت کرده بودیم که چیکار کنیم ماه مبارک ما، روزه ما، رمضان ما یک رمضان متفاوت باشه. چه مواردی را پیش رو قرار بدیم تا روزه ما روزه پر از نور و رحمت قرار بگیره. مواردی را با همدیگر برشمردیم. در این نوبت یک مورد دیگری را پیش روی همدیگر قرار میدیم. و اون مسئله مهم پیش رو داشتن مواعید الهی و نبوی در مورد روزه ماه مبارک رمضانه. به هر پیمانه که در این مورد ما بیشتر فکر بکنیم عبادت ما پررنگ تر میشه. به هر میزان در این مورد وقتی اندیشه بکنیم که الله متعال در ازای کاری که من انجام میدم چقدر فضیلت و ثواب به من میده، من در کار خود ثبات قدم بیشتر نشان میدم. در امور دنیوی هم همین گونیه. وقتی کسی به ما کاری را انجام میده، اگر از ناحیه ما خاطر جمع باشه که دستمزد ما کامل میرسه، کار را خیلی خوب انجام میده. و اگر بدانه که وقتی کار را به پایان رساندم، در ازایی که دستمزد ما میده، حتما یک وجه به عنوان امتیاز به ما عنایت میکنه، سعی میکنیم که کار را بهتر از آنچه که به او یادآوری کرده بودیم، به صاحب کار یادآوری کرده بودیم، تقدیم او کنیم. اگر روزه ما هم همین گونه باشه، قطعاً تغییر میکنه. اگر من در این اندیشه باشم که وقتی روزه میگیرم، پروردگار متعال بو وعده‌ای که از زبان نبی مبارک خود به من یادآوری کرده، حتماً او را محقق میسازه، روزه ما تغییر میکنه. و وقتی در جریان روزداری بی حقیقت فکر بکنم که پیامبر علیه السلام یادآوری کردند من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کس ماه مبارک رمضان از روی ایمانداری به پروردگار متعال و آرزوی ثواب از خداوند متعال روزه بگیره، پروردگار متعال گناهان گذشته انسان را مورد مغفرت قرار میده. و وقتی روزه دارم یادآوری میکنم خدایا روزه گرفتم چون به تو ایمان دارم، خدایا روزه گرفتم چون دست نیازم به سوی تو بلنده تا به من اجر بدی، پاداش بدی، نگاه رحمت خود را به سوی من مبذول بداری. بعد بی باورمندی باشم و کمال یقینم داشته باشم که چنین روزی که میگیرم گناهان من بخشیده میشه. رسول الله علیه السلام در حدیث دیگه یادآوری میکردن نمازهای پنجگانه از یک جمعه تا جمعه دیگر و از یک رمضان تا رمضان دیگر، تمام این مورد مورد بخشش و بخشایش گناهان انسان مؤمن و مسلمانه به شرطی که از گناهان کبیره پرهیز کرده باشه. پروردگارا گناه کبیره انجام دادم، توبه کردم، استغفار کردم، ماند گناهان صغیره من و امروز که روزه گرفتم تو از زبان حبیب خود به من وعده دادی که غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهان پیشینی انسان همه بخشیده میشه. خدایا گناهان من بخشیده شد، یقین دارم بی حقیقت، صادق المصدوق این سخن را گفته. او کسی مسئله را به من یادآوری کرده که وما ینطق عن الهوا،
ان هو الا وحی یوها، گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. ایشان یادآوری کردند وقتی افطار میکنیم حتما این نکته پیش روی ما باشه که پیامبر عزیز ما صلوات الله و سلام الله علیه یادآوری کردند للصائم فرحتان، فرحتون عند فطره و فرحتون عند لقاء ربه، در روایت دیگر و فرحتون یوم القیامه. پیامبر علیه صلوات و سلام میفرمایند برای کسی که روزه خود را میگشایه و باز میکنه دو تا خوشحالی وجود داره، خوشحالی که وقتی افطار میکنه و خوشحالی دیگر در روزی که به سوی حق سبحانه و تعالی نگاه میکنه و پاداش عمل کرده خود رو میبینه. وقتی روزه خود رو باز کردیم حتما خوشحال بشیم. الحمدلله یکی از عبادات پروردگار متعال انجام دادم، به بهترین وجه ممکن و عالی ترین شیوه ممکن انجام دادم. خدایا در دنیا خوشحال شدم، منتظر خوشحالی روز قیامتم و 100% آنگونه که امروز خوشحال شدم و روزه خود را وقتی گشودم خوشحالی تمام وجود من فرا گرفت، به کمال ای باورمندیم که در روز قیامتم حتما خوشحال میشم، چون پیامبر صادق ما این سخن را به من بیان کردند. وقتی دستان خود را به سوی پروردگار متعال بلند میکنم باید بی باورمندی باشم که پروردگار متعال دعای من رد نمیکنه، چون رسول الله علیه الصلاه و السلام بیان کردند که ان للصائم عند فطره دعوه لا ترد، بر انسان روزدار در لحظه ای که افطار میکنه و دعا میکنه دعای اجابت شده ای که رد نمیشه، حتما دعای من قبول میشه، حتما نتیجه دعای خود را یا در دنیا یا در آخرت میبینم. و این امریه که پروردگار به من یادآوری کرده که ادعونی استجب لکم، دعا کنید مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. وقتی بر سر نماز ایستاده میشم، وقتی نماز فرض میخوانم، در جا باید بیادم باشه که پیامبر علیه السلام به می یادآوری کردند که یک فرضی که تو در رمضان بخوانی پروردگار متعال ثواب 70 فرض به تو عنایت میکنه، سبحان الله. و وقتی نماز پیشین رو میخوانم، نماز صبح رو میخوانم، نماز دیگر رو میخوانم، نمازهای دیگری رو بر جای میکنم، خدای تعالی چقدر به من فضیلت میده. اینا حتما واقع شدنیه. و وقتی روزه میگیرم هر کدام از این موارد در انجام میدم باید این موارد پیش روی ما باشه، این یقین رو داشته باشم که هر زحمتی که کشیدم زحمت محبته نمیشه، تلاش ما خاکستر نمیشه، خدا نتیجه اینا رو برای من نشان میده. وقتی در برابر مصیبتی یا در برابر معصیتی صبر میکنم بدانم که پیامبر علیه السلام به من یادآوری کرده که نتیجه صبر بهشته. وقتی کسی به من بد گفت، کسی به من بیراه گفت، کسی به من سخن درشت گفت و من به خاطر خدا کظم غیظ کردم، خشم خود را فرو خوردم، بدانم که پروردگار متعال در ازای به من بهشت در عنایت میکنه. پیش روی من باشه وقتی من به کسی افطاری میدم، فراموش نکنم که در ازای افطاری خدای تعالی گناهان من مغفرت میکنه، رضایت خود را شامل حال من میکنه و به اندازه ای که به یک مؤمن و یک مسلمان ثواب روزی کامل را عنایت کرده به من هم عنایت میکنه، و به همون اندازه ای که به او فضیلت بخشید به من هم به همون اندازه فضیلت میده. اگر توفیق رفیق شد قیام شب کردم، نماز تراویح خواندم، فراموش نکنم که پیامبر علیه السلام میفرمایند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هر کس که شبهای ماه مبارک رمضان را با نماز و نیاز زنده نگه داره پروردگار متعال گناهان گذشته انسان را مغفرت میکنه. وقتی نماز تراویح را ادا کردم با خستگی به سوی خانه آمدم، این خستگی باید مر خوشحال بکنه، باید دنیای از فرحت و سرور و شادی و شادمانی و سعادت در وجود مجاری بکنه. الحمدلله امشب برای خدا خسته شدم، امشب به خاطر پروردگار متعال یک جزء کامل قرآن کریم را در نماز شنیدم، الحمدلله والمنه. خدایا پروردگارا این نعمت را از من دریغ نکن.
اگر هر کاری انجام بدم، نماز نفلی اگر بعد از نماز تراویح یا پیش از سحری کردن خواندم، به خاطر مباشر که پروردگار مطالبه فضیلت بزرگ عنایت میکنه. در ازای هر نفل که میخوانم پروردگار مطال ثواب یک فرض به من بخشایش میکنه. اگر سحری کردم و قضا خوردم، تصور نکنم که ایر تنها به خاطری انجام دادم که شکم مسیر بشه و در جریان روز گرفتن و در جریان روز دچار تشنگی و گرسنگی نشم. این پیش من نباشه. پیش من چه باشه؟ پیش من این باشه که سحری کردم، در ازای دعای فرشتگان را از آن خود کردم، نگاه رحمت پروردگار متعال را به سوی خود فرا خواندم، آنچنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند. اگر قرآن کریم میخوانم، یک زمانی تصور نکنم که در ازای هر حرفی که میخوانم، شاید در ازای هر کلمه‌ای که میخوانم، خداوند به من یک فضیلت بده. پیامبر علیه السلام میفرمایند این گونه نیه. شما در ازای هر حرفی که میخوانیم، یک فضیلت و یک حسنه به شما پروردگار مینویسه. والحسنات بعشر امثالی ها، و هر حسنه خدا 10 برابر به شما پاداش میده. پیامبر علیه السلام میفرمایند من نمیگم الف لام میم یک حسنه، الف یک حسنه، لام یک حسنه، میم یک حسنه، و اینا 10 برابر 30 حسنه، و خداوند در روز قیامت تا 700 برابر حسنات اینها رو میرسانه. سبحان الله، چقدر پروردگار بخشنده برادران و خواهران گرامی و بزرگوار، چقدر دست رحمت پروردگار به سوی ما گشوده و گشاده. واقعا بد عمل کردم اگر از این ایام بهره نبرم، واقعا خسر دنیای و الاخره شدم اگر قدر رمضان را ندانستم، قدر دعای در رمضان را ندانستم، قدر تلاوت در رمضان را ندانستم و از این ایام کمال استفاده و بهره را نبردم. پروردگارا ما را از کسانی قرار بده که همت آنها آنچنان عالی و متعالیه که از لحظه لحظه روزه و رمضان استفاده می کنند. خدایا ما را از جمله کسانی قرار بده که آنگونه روزه می گیرند که تو از اونها راضی می شی. خدایا تو از ما راضی باش، رمضان را از ما راضی نگهدار. وقتی رمضان به پایان رسید، پایان رمضان را مصادف با پایان تمام گناهان ما قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.